سرخط خبرها، طالبان 65 هزار نفر را برای کار به خارج از افغانستان مفرستد. ماموران امرالبالمعروف طالبان حمام‌های زنانه را در بادغیس تعطیل کردند. از خبر که جهان وحشت داشت، بالاخره اتفاق افتاد. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرده است که در نظر دارد تا 65 هزار شهروند افغان را برای کارگری به خارج از کشور بفرستد. بر اساس گفته‌های عبدالسلام سادات، معاون این وزارتخانه، از میان این افراد 15 هزار تن برای شغل شبانی به کشورهای عربستان سعودی، قطر و ترکیه فرستاده می‌شوند. بحران شدید اقتصادی و بیکاری در بیش از یک سال گذشته پس از بازگشت طالبان به قدرت، شمار زیاد از مردم افغانستان را به ترک افغانستان از راه‌های غیرقانونی وادار کرده است. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان به تازگی اعلام کرد که به عنوان چاره به منظور ایجاد شغل و درآمد برای مردم، در پی یافتن فرصت‌های شغلی در خارج از کشور است. عبدالسلام سادات در گفتگو با یکی از تلویزیون‌های محلی افغانستان اعلام کرد که وزارت کار و امور اجتماعی طالبان از کشورهای مانند عربستان سعودی، قطر و ترکیه درخواست ارسال کارگر دریافت کرده است. او تصریح کرد قرار است در گام نخست 50 هزار نفر برای کارگری در بخش‌های مختلف و 15 هزار نفر برای شغل دهقانی به این سه کشور فرستاده شوند. این در حالی است که هزاران شهروند افغان که از راه‌های پرخطر مهاجرت غیرقانونی وارد ترکیه شدند، سال‌هاست که در بلا تکلیفی به سر می‌برند و از نبود زمینه کار و امرار معیشت شاکی‌اند. ترکیه در یک سال گذشته، در حالی که اوضاع افغانستان به لحاظ اقتصادی و امنیتی شکننده بوده، صدها تن را به اجبار اخراج کرده و دوباره به کشورشان افغانستان فرستاده است. مهاجرت این افراد به ترکیه یا دیگر کشورها از جمله پاکستان و ایران در یک سال گذشته اغلب جنبه اقتصادی داشته است. ماموران امرالبالمعروف طالبان حمام‌های زنانه را در بادغیس تعطیل کردند. طالبان در یک سال سلطه بر افغانستان دستورهای محدود کننده فراوان علیه زنان صادر کردند. به دستور ماموران امرالبالمعروف نزد منکر طالبان، تمام حمام‌های زنانه در ولایت بادغیس تعطیل شدند. ماموران این نهاد طالبان به تمام مسئولان حمام‌های زنانه دستور داده بودند که دیگر حق فعالیت ندارند و پس از این نباید زنان را در حمام‌ها بپذیرند. رسول نام مستعار، مالک حمام در شهر قلعه نو مرکز بادغیس، به اندپندنت فارسی گفت که ماموران وزارت امرالمعروف نزد منکر طالبان به مالکان حمام‌ها اطلاع دادند که بر اساس فرمان شیخ محمد خالد انفی، وزیر امرالمعروف نزد منکر طالبان، از روز دوشنبه باید تمام حمام‌های زنانه در بادغیس مسدود شوند. رسول افزود که مالکان حمام‌ها پرسیدند که چرا حمام‌های زنانه در بقیه ولایت‌های افغانستان مسدود نشدند، اما ماموران وزارت امرالمعروف طالبان بی‌توجه به اعتراض آنان دستور دادند که از دوشنبه دیگر هیچ زن حق رفتن به حمام ندارد و سرکشی از این دستور عواقب سنگینی برای مالکان حمام‌ها خواهد داشت. گسترش حضور تحریک طالبان پاکستان در ایالت مرزی شمال غربی. تحریک طالبان پاکستان اکنون با اطمینان کامل در افغانستان تجدید قوا کرده و از تنش‌های مرزی دیورند برای نفوذ به منطقه سوات استفاده می‌کنند. اندیشکده آمریکایی جیمز تاون روز شنبه در گزارش اعلام کرد که گروه شبه نظامی تحریک طالبان پاکستان در یک سال گذشته مجدداً به نواحی سوات، دیر، باجور و بوهر ایالت خیبر پختونخوا واقع در مناطق مرزی شمال غربی پاکستان بازگشتند و به فعالیت علیه دولت این کشور ادامه میدن. یکی از دلایل عمده گسترش نفوذ این گروه در ایالت خیبر پختونخوا بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان عنوان شده است. تحلیلگران اندیشکده جیمز تاون نوشتند تحریک طالبان پاکستان اکنون نه تنها در نواحی سوات در شمال غرب پاکستان، بلکه در ولسوالی‌های دیر، باجور و بوهر نیز حضور تایید شده است. ولسوالی سوات با بیشتر از 2 میلیون جمعیت یکی از ولسوالی‌های بزرگ در ایالت خیبر پختونخوا و در مرز میان افغانستان و پاکستان است. این ولسوالی در سال 2008 نخستین خواستگاه نیروهای تحریک طالبان پاکستان بود. در آن زمان مولانا فضل الله، رهبر و بنیانگذار این گروه که به نام تحریک انفاذ شریعت محمدی فعالیت میکرد، تحصیل دختران را در این ولایت منع کرده بود و بیش از 170 مدرسه و ساختمان دولتی را بمبگذاری کرده یا آتش زده بود. ارتش پاکستان در سال 2009 در پی درگیری‌های شدید این گروه را از سوات ران
هرچند در سال 2012 افراد این گروه در همین منطقه ملاله یوسفزایی را که بعدتر برنده جایزه صلح نوبل شد هدف حمله مسلحانه قرار دادند. پس از آن با گزارش اندیشکده جیمز تاون تا یک سال گذشته نشانه های خاصی از بی‌ثباتی در سواد مشاهده نمی شد. اما با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، تحریک طالبان پاکستان هم که خود را مرتبط با طالبان افغانستان می دانند، یک بار دیگر فرصت تجدید قوای یافتند و در یک سال گذشته علاوه بر تجدید نیروهایشان با سلاح‌های جامانده آمریکایی، دامنه نفوذشان را نیز در خاک پاکستان گسترش دادند. علل اصلی گسترش نفوذ تحریک طالبان پاکستان در خیبر پختونخوا در نگاه اول خروج ایالات متحده آمریکا و نیروهای بین المللی از افغانستان از یک سو و افتادن قدرت در افغانستان به دست طالبان که طی دو دهه مهمانان تحریک طالبان پاکستان شمرده می شدند از سوی دیگر سبب شد که در یک سال گذشته این گروه با اطمینان خاطر و بدون هیچ ممانعت در خاک افغانستان به سربازگیری بیشتر و تجدید قوا بپردازند. البته علاوه بر این گروه دیگر گروه های تروریستی نظیر داعش یعنی تحریک اسلامی ازبکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی نیز با تکیه زدن طالبان بر مسند قدرت در افغانستان فرصت جولان بیشتر پیدا کردند. تحریک طالبان پاکستان که در سالهای اخیر حضور قابل توجهی در نواحی سواد نداشت اکنون با قدرت پیشین در منطقه حضور یافته است. در گزارش اندیشکده جیمز تاون آمده است ظهور تحریک طالبان پاکستان در سواد نشانه توانایی این گروه برای عملیات در سراسر ولایت خیبر پختونخوا است. طالبان افغانستان از جمله سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی و وزیر داخلی کشور طالبان پیش از این اذعان کرده که سالها جنگ در برابر نیروهای آمریکایی این گروه را با تحریک طالبان پاکستان نزدیک ساخته است. این عضو ارشد طالبان در تابستان سال جاری نیز مذاکرات صلح میان دولت پاکستان و تحریک طالبان را تسهیل کرد. با این حال طالبان افغانستان هیچ اقدام خاصی برای جلوگیری از کنش‌های تروریستی این گروه انجام ندادند. اندیشکده جیمز تاون بینان دومین دلیل گسترش نفوذ تحریک طالبان پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا نوشته است فقدان فشار طالبان افغانستان بر تحریک طالبان پاکستان برای توقف حملات تروریستی میتواند بینان حمایت از تحریک طالبان پاکستان برای گسترش به بخش‌های مختلف خیبر پختونخوا از جمله سوات تعبیر شود. علاوه بر این در جریان گفتگوهای صلح میان تحریک طالبان پاکستان و دولت این کشور به میانجیگری طالبان علاوه بر برپایی آتش بس توافق شد که اعضای تحریک طالبان پاکستان اجازه پیدا کنند تا برای ملحق شدن به خانواده هایشان به سوات برگردند. بررسی های اندیشکده جیمز تاون نشان میدهد که بازگشت اعضای تحریک طالبان به این بهانه به سوات سبب تقویت نفوذ این گروه در منطقه شده است. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار مددگار همه شما باشد.